پس از حملات تلفی جویانه آمریکا علیه گروه‌های شبه نظامی نیابتی حکومت ایران در عراق در بهمن ماه، بغداد خواهان پایان مأموریت نیروهای ائتلاف در این کشور شد. در همین راستا بغداد و واشنگتن یک کمیسیون عالی نظامی رو برای گفتگو در این باره تشکیل دادند. یک مقام عراقی به خبرگزاری رویترز گفته این گفتگوها ممکن ماه‌ها، یعنی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه 1403 طول بکشه. آمریکا و عراق هم در این مورد، یعنی در مورد این گفتگوها، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. بغداد میگه هدف از این دیدارها پایان دادن به مأموریت نیروهای ائتلاف در این کشور و جایگزین کردن اون با روابط امنیتی با کشورهای عضو ائتلافه. اما آمریکا میگه هدف از این رایزنی‌ها تعیین نوع رابطه نظامی و امنیتی با عراق در آینده است. حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق، میگه آمریکا خواهان خروج کامل از عراق نیست. به گفته حیدر العبادی، اگرچه به عقیده شماری از گروه‌های شیعه حضور نیروهای آمریکایی در عراق باعث مشکلات میشه، اما گروه‌های عراقی هم تمایلی به قطع روابط با آمریکا ندارند. در خود عراق هم دیدگاه‌های مختلفی در مورد حضور یا خروج نیروهای آمریکایی از عراق وجود داره. گروه‌های عراقی نزدیک به حکومت ایران خواهان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور هستند. به عقیده بسیاری، ده‌ها حمله این گروه‌ها به مواضع آمریکا در عراق و سوریه در چند ماه گذشته هم برای فشار بر نیروهای آمریکایی برای خروج از عراق بوده. از سوی دیگه کردها، سنی‌ها و شماری از گروه‌های شیعه نگرانند که خروج نیروهای آمریکایی منجر به یک خلأ قدرت در عراق بشه و در نهایت دست جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی برای نفوذ بیشتر رو باز بذاره. البته در مورد توانایی نیروهای عراقی برای مقابله با بقایای داعش هم نگرانی‌های جدی وجود داره. پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 1390، داعش بخش‌های زیادی از عراق رو اشغال کرد تا در نهایت بغداد برای مقابله با داعش از نیروهای آمریکایی دوباره به عراق دعوت کرد. در حال حاضر 2500 نیروی آمریکایی در چارچوب نیروهای ائتلاف در عراق مستقر هستند. سوران خاطری، صدای آمریکا، اقلیم کردستان عراق.